سلام محصلین عزیز، امید که جور و صحتمند باشین و سرحال باشین و درس های گذشته را انشاءالله یاد گرفته باشین. قسمی که شاهد هستین درس های ما ادامه داره، البته راجع به عملیات بانکداری الکترونیکی. گفتیم که بانکداری الکترونیکی در سطح مشتری کدام ابزارها یا کدام دستگاه ها و یا کدام سهولت ها را فراهم می ساد. چند نوزی را خواندیم. یکی از او قبلا ساعت قبلی گفتیم که مثلا ماشین های نقطه فروش یا پی او اس بود. امروز دستگاه های دیگه که از طرف بانک ها به خاطر سهولت یا در سطح مشتری فراهم شده، دستگاه کیوسک بانکی یا کیوسک بانک برش میگه. این یک چی گونه دستگاه است که به معرفت میگیریم. شما متوجه باشین، میگیم که این دستگاه که پس از شناسایی مشتری، زمانی که یک مشتری حساب باز میکنه به با بانک مراجعه میکنه، یک دستگاه است که از این طریق از طریق کارت بانکی تمام خدمات خود پرداز بغیر از برداشت وجه را به مشتری چی میکنه مهیا. یعنی که زمانی که میره مشتری به بانک مراجعه میکنه، تمام خدمات مثل که ماشین های تی ام او عملیات انجام میداد، یا میتونه صرف برداشت کرده نمیتونه در این دستگاه. یعنی انتقال وجه بین بانک ها، اطلاع رسانی خدمات و محصولات بانک ها و نرخ ارزها و یا خرید تیکت بس قطار و هم هواپیما، اتصال امن به شبکه اینترنت، یعنی خدمات هست که از طریق این دستگاه مانند دستگاه های دیگه هم انجام می شود. قسمی که گفتیم که پی او اس هم دستگاه است، ای تی ام هم دستگاه است و همچنین کیوسک بانک هم یک دستگاه است. فعالیت هایی که او انجام می دهد تقریبا مشابه، ولی یک تفاوت از این که می سه که برداشت ای وجه را به مشتری انجام نمی ده. یعنی مشتری نمی تواند که از حساب خود توسط از این دستگاه پول برداشت کند. به طور خلاصه عملیاتی که توسط از این دستگاه یا کیوسک انجام می یابد عبارت است، اول یکی اعلام موجودی کارت و حسابات مشتری. یعنی می بینه که مشتری می تواند که از طریق از این دستگاه ببینه که چقدر پول در حساب داره و یا حساب خود مشتری کدام حساب است، پس انداز جاری است یا نوع میادی است. کی را دیده می تواند یا موجودی می کنه که اعلام موجودی کارت، یعنی در کارت کدام کارت استفاده کرده، کارت چقدر پول داره و یا چقدر در حساب پول دارد. همچنان ارائه صورت حساب ها، بازم دیده می تواند صورت حساب ببینیم، چک کنیم توسط از دستگاه. و یا انتقال وجوه وجه کارت، گفتیم که پول میتونیم که به مو کارت که به مو ارزش کارت بر ما داده. من قبلا گفتم براتون که به خاطر حسابات بر ما دبیت کارت داده میشه که از حساب خود استفاده میکنه. اینا ما میتونیم که چقدرش انتقال بدیم، ما مسدود کردن کارت، یعنی توسط از دستگاه ما میتونیم به بانک اطلاع بدیم، بانک بگوییم که این کارت ما را مسدود بسازه، یا خود بانک به اجازه مشتری کارت چیکونه مسدود بسازه. بعد از البته اینجا ببینیم که پس از شناسایی، اول مشتری نمیشناسه که شناسایی میکنه این دستگاه که آیا این مشتری زمی بانک است یا نه. و دیگه تصفیه حسابات قابل پرداخت، یعنی ببینه که چقدر حساباتش قابل پرداخت است و حسابات که چقدرش مانده. سکند ای خدمات کیوسک ببینه که برداشت نیست، یعنی برداشت صورت نمیگیره. دیگه خدمات مشابه دستگاه ای تی ام و یا اینترنت بانکینگ و یا موبایل بانکینگ چی میشه انجام داده میشود. همچنان پرداخت جهت به منظور کمک به اساس به سازمان های خیریه، مثل که در موبایل بانکینگ و یا ای تی ام هم گفتیم. این توسط از دستگاه مشتری میتونه از حساب خود کمک کنه سازمان های خیریه، صحی و حمایت از بیماران خاص. این عملیات هم میتونیم توسط از این دستگاه هم انجام بدیم که این هم یکی از دستگاه ها و یا یکی از سهولت های است که از طرف بانک ها در بخش بانکداری الکترونیکی و در سطح مشتری یا به مشتریان عرضه میگردد. ببینین وقتی که ما شما گفت خدمات کیوسینگ پرداخت برای سازمان های نیازمند یا سازمان و مؤسسات خیریه و یا به خاطر بیمارها، فعالیت های از این یک کمک گسترده تر یا بیشتر است خدمات فعالیت های ای تی ام یا دستگاه خودپرداز صرافی که میگیم. مثلا این دستگاه می تواند که درخواست دسته چک بکنه که مثلا مشتری از این طریق می تواند که اگر یک حساب داشته باشه ببینه که مثلا ما شما تایپ یا انواع چک خواندیم که کدام از چک تقاضا میکنه، به بانک اطلاع بده، بانک میتونه اون چک برشان در اختیارشان قرار بده. همچنین مشاهده وضعیت چک های پاس شده، ببینه که همون چک هایی که پاس شده آیا واقعا با امضای خود صاحب صلاحیت دار پاس شده، امو که خود صاحب صلاحیت دار گفته بود که هیچ یک پاس که با بانک دستور داده، آیا همه قسم مطابق خواست خود دارنده حساب صورت گرفته یا خیر. به اساس کیوسینگ یا ای دستگاه میتونه که مشتری ای چک های خود ببینه. همچنان درخواست صدور کارت بانکی،
میخواد که کارت بانکی رو برش بانک چیکار صادر کنه. یعنی یک کارت قبلا نداشت، میتونه توسط از دستگاه درخواست کنه که بر ما یک کارت بده، دبیت کارت بده. مثل که ما شما شاهد هستیم، زمان ما شما اکثر ما در بانک ها حساب داریم، حساب داریم، یگان تا بر ما کارت حساب بانکی میده و یگان تا میگه که ای تی ام داری یا نداری، کارت استفاده از دستگاه خودپرداز داری یا نه. چرا که دایی میگه که دایی کا مثلا دایی بانک ها میگه کارت دستگاه ای تی ام وجود داره، اگه شما استفاده میکنید که برتان کارت ای تی ام بدیم. اون نظر به خواست مشتری است. اگه زیاد استفاده میکنن روزمره میگه که کارت ای تی ام بر ما بده. هیچ هم درخواست سود کارت بانکی میتونه که از طریق کیوسینگ درخواست کنه که بر ما کارت بانکی ضرورت است. همچنان تغییر حساب مرتبط به کارت. گفتم که تغییر حساب مرتبط، مثلا قبلا ما حساب جاری داشتیم، پول در حساب ما کم است، نداریم، میگیم که دبیت کارت است، ولی پول ما در حساب ما خلاص شده، میگیم که بر ما یک کریدیت کارت بده. چون در حساب خود پول نداریم، از بانک قرضه میگیریم، بانک در مقابل قرضش یک کارت بر ما میده که از این کارت ها باید مستفید شویم. همچنان امکان پرداخت قسط از طریق کیوسینگ مشتری میتونه برش بگه که وقتی که ما کریدیت کارت از تو گرفتیم یا قرضه را از بانک گرفتیم، برش میگه که ما به بانک اطلاع میده که من پول تا یک دمی پرداخته نمیتونم، یا بانک پیش از اینکه به مشتری قرضه بده بگه که شما میتونید پول مرا به قسطوار بپردازید. یعنی امکان از اینم بر مشتری مهیا میسازه که پول بانک قسطوار بپردازه. این از طریق که دستگاه کیوسینگ امکان پذیر است و یا مشتری میتونه از طریق از این دستگاه به این امکانات دسترسی داشته باشد. دیگه ای که دریافت صورت حساب کارت اعتباری، وقتی که درخواست کارت کرد یا قرضه کرد، از طریق کیوسینگ مشتری میتواند مبلغی که بانک برش مشخص کرده و یا خود مشتری درخواست کرده به شکل اعتباری یا قرضه از بانک دریافت کنه. همچنان پرداخت بدهی کارت اعتباری، پس وقتی که کارت اعتباری گرفت، پس میتونه از طریق ازمی کیوسینگ یا دستگاه میتونه پول قرضه بانک دوباره بپردازه. اصل قرضه میفهمه که وقتی که ما از بانک قرضه میگیریم، بانک بر با یک ربح بالای ما وضع میکنه، ما اصل پیسه بانک با مفادش پس به شکل چی بدهی یا ابدین پس به بانک میپردازیم. و دیگه یکی ارائه گزارش کارگر کارکرد حساب، یعنی بر روی کاغذ A4 میبینیم که گزارش توسط همین دستگاه میتونیم در روی کاغذ A4 گزارش چی را باید بگیم، کارکرد حساب، یعنی که حساب ما چقدر پول بوده، چقدر رفت، چقدر آمد، برکی رفت، برکی آمد، وقت پولی که برفته به خاطر کدام جنس رفته، خریداری صورت گرفته، تجارت صورت گرفته یا خدمت صورت گرفته، یعنی تمام روی کاغذ A4 بر ما از طریق کیوسینگ ما اطلاع به دست میاریم. یعنی کاغذ سفید رو میتونیم که در استفاده کنیم به اساس اطلاعاتی که از امی کیوسینگ یا دستگاه کیوسینگ استفاده صورت بگیرد. همچنان اعلام نرخ ارز از طریق کیوسینگ ما دسترسی پیدا می کنیم که نرخ ارز در جدار کشور ما به چی حالت است. اگر یک تاجر می خواهد اسعار مثلا یک صراف سرای شاهزاده در نظر بگیریم، صراف سرای شاهزاده اگر می خواهد اطلاع حاصل کنه که ارز در کدام حالت است، دالر بخره، یورو بخره، افغانی رو تبدیل کنه، کلدار بخره، چی بخره، میتونه از طریق دستگاه کیوسینگ که در بانک وصل است میتونه از استفاده کنه. یعنی تکرار است گپ های برتان، به خاطر از اینکه میگیم که این دستگاه های است که این برتان بانک پیشکش میکنه که شما نظر به کدام نیاز دارن، از کدام دستگاه استفاده میکنین، که بازم نگین که همیشه ما فعالیت هاش مشابه چرا خیلی میخوانیم. فعالیت های مشابه دستگاه در بعضیش زیاد بعضیش کم داره، این نظر به خاص بازی دست باز داره شما که از هر کدامشان استفاده میکنین. همچنان گزارش حسابات بر ما، گزارش حسابات چی حسابات مثلا میشه، حسابات جاری باشه، حسابات پسانه میادی، بر ما حسابات گزارش میده که شما کدام حسابات داره و یا امرای کی معاملات حساب دارین، امرای کی حساب دارین، از بالای کی پولتان مانده، از کی پول باید بگیرین، پول کی بالای شما مانده، اینجا بر ما گزارش داده میشه توسط همین دستگاه کیوسینگ. همچنان با اعلام مفاد و فیصدی کمیشن و یا بر ما میگه که اینی مفاد که از طرف بانک برتان توزیع شده اینقدر مفادش است و یا اینی سرویس، اینی خدمت که شما انجام دادین، اینی کمیشنش است و یا بانک برتان کدام خدمت انجام داده. بانک میگه که مثلا ما شما گفتیم در صورتی که پرداخت و برداشت از حدش بیشتر شود در حسابات جاری بانک، یک مصارف اداری از پیشتان میگیره و یا یک کمیشن بر علاوه که مفاد برتان نمیده حسابات جاری در برای دارندگان حسابات جاری، یک مبلغ به نام کمیشن بانکی، یعنی خدمت بانکی که اون مبلغ هست که شما بسیار متضرر نمیشین، بسیار مبلغ کوچک. یعنی توسط کیوسینگ میتونیم از این اطلاعات هم آگاهی حاصل کنیم.
همچنان امکان مشاهده وضعیت پسندازها، وضعیت پسندازها را ببینید که پسندازها در چی وضعیت هستند، چقدر پسنداز صورت گرفته، برای دارندگان حسابات پسنداز چقدر مفاد داده می شود. و یا همچنان میشه که از این کیوسینگ تنها در سطح مشتری نیست، کیوسینگ میتونه که به خود همی ای تی ام هر دستگاهی که بگوییم که ما گفتیم که بعضی از ابزارها هست که هم در سطح مشتری و هم در سطح خود بانک مورد استفاده قرار میگیره. مثلا این دستگاه ها را که میگیریم هم به مشتری سهولت ایجاد میکنه هم به خود بانک. اینجا امکان مشاهده وضعیت پسندازها بانک ها میتونه توسط از کیوسینگ ببینه که چقدر پسندازها صورت گرفته و چقدر پسندازها مفاد توزیع شده، مفاد توزیع شده. همچنان امکان مشاهده کارت های بانکی توسط کیوسینگ میتونه بانک یا خود مشتری بتونه که یا اگر بانک در نظر بگیریم بانک ببینه که توسط کیوسینگ چقدر کارت ها، یعنی بالای چند افراد کارت های اعتباری توزیع شده، یعنی بانک ها کارت های کریدیت کارت داده و یا چقدر افراد کارت های دیبیت کارت داده که میتونه از طریق کیوسینگ را در نظر بگیره. این بود به طور خلاصه خدمات کیوسینگ یا دستگاه کیوسینگ که در بانک ها از او هم استفاده می شود. میایم در دستگاه نهم که عملیات گفتم که این میشه که مشترک باشه و یا در سطح مشتری باشه. دستگاه صدور آنی ای کارت یا کارت پرینتر. از نامش پیداست. سعی کنین زمانی که یک مشتری میگه این چه قسم دستگاه است، زمانی که یک مشتری به بانک مراجعه میکنه و میخواد که ثبت نام کنه یا یک حساب باز کنه، این یک نرم افزار است یا یک سافت ویر است که اونجا نامش مشتری ثبت میشه و در صورت آنی یک کارت به مشتری داده می شود. آنی یعنی فوراً وقتی که معلومات مشتری گرفته شد، اطلاعات راجع به مشتری که برای کارت همین مشخصات مثل که ما شما کارت داریم، کارت هر بانک داریم، در بانک حساب داشته باشیم، اینمی دستگاه صدور آنی کارت است. یعنی دستگاهی که بر ما کارت پرینت میکنه، کارت های پلاستیکی که بر ما میده، چی کارت حساب ما باشه، چی کارت های ای تی ام باشه و یا چی کارت های ماشین های نقطه فروش باشه، چی کارت های کیوسینگ باشه، همین امید دستگاه کارش هست که کم کارت بر روی مشتری و به درخواست مشتری و به مشخصات مشتری برتان تسلیم کنند. حالا میایم راجع به امکانات و قابلیت های این دستگاه، یعنی کدام قابلیت های را دستگاه صدور آنی کارت دارا می باشد. یکی از قابلیت هایی است که قابلیت نوشتن اطلاعات بر روی کارت ها واضح است که امید سر روی کارت پلاستیکی نام ما، تخلص ما، شماره اکاونت ما، یعنی مشخصات که راجع به خود مشتری باشه روی از این کارت نوشته میشه که شاید شما اکثرتان دیده باشین و یا پیشتان باشه. قابلیت دومش است که قابلیت چاپ برای انواع کارت های پی وی سی و جهت شخصی سازی اطلاعات مشتری، مثلا نام مثل که یادآور شدیم. کارت های پلاستیکی کیسه که دریجه برای انواع کارت ها، مثلا نمی کارت هایی که از طرف بانک ها داده میشد، نامتان در شو و تخلصتان، تاریخ انقضا، کی تاریخ اینی کارتتان، اینی تاریخ مدار اعتبار داره، این را بانک برتان میده. برای کارت یا و یا کارت هایی که مثلا خود همین دستگاه تنها به خاطر مشتری نیست، مثلا کارت هایی که مثلا که گفتن کارت کریدیت کارت برتان میده، دیبیت کارت برتان میده، کریدیت کارت هم تاریخ انقضا داره، مثلا این کارت مثلا همچنان ای تی ام کارت های دیبیت کارت هم میگه که این کارت تا یک سال مدار اعتبار داره، بعد از او قابل استفاده نیست. همه قسم کارت های که مثلا که همین کارت های موبایل اگه مادر زن ببینیم، مثلا کریدیت کارت یا کریدیت کارت موبایلی را که ببینیم، اونجا بر ما نوشته است وقتی که در موبایل خود پول اضافه کنیم بر ما میگه که اگه پولتان استفاده کنین یا نکنین تا اینی تاریخ این پولتان مدار اعتبار است، بعد از اون تاریخ اکسپایر میشه یا تاریخ انقضاش اونجا بر ما به نمایش میاد یا دیده میشه. اینجا همه قسم وقتی کارت برنامه کارت دیبیت کارت باشه، کریدیت کارت باشه یا کارت اکاونت باشه، هر کدامشان تاریخ اکسپایرش برتان میده که این کارتان قابل تا این وقت قابل اعتبار است، بعد از او شما نمیتونین او را مورد استفاده قرار بگیرین. دیگه ای که قابلیت چاپ متن دلخواه مشتری بر روی کارت های هدیه، مثلا زمانی که مشتری میخواد مثلا به چی مبلغ به کی هدیه کنه، یا مثلا که گفتیم که در دستگاه کیوسینگ به خاطر نیازمندان و یا به خاطر مؤسسات خیریه مبالغ از طرف مشتریان یا از طرف خود بانک هدیه صورت میگیرسته، در اینجا هم باید همین مبلغ قابلیت چاپ متن دلخواه مشتری به چی مبلغ، چقدر مبلغ بر کی به هدیه برسانه، ایره توسط خود همین کارت پرینتر یا دستگاه صدور آنی کارت چی میشه درج میشه یا امکان پذیر است. همچنان امکان چاپ و نوشتن اطلاعات بر روی کارت به صورت انفرادی و گروهی. امیره وقتی که اطلاعات بر روی کارت میشه، مثلا ما شما بعضی از حساب ها داریم جوینت اکانت برش میگه یا حسابات مشترک،
یک حساب جاری است به نام دو نفر دو شریک است، مثلا خانم با شوهرش از یک حساب استفاده میکنن، در این جای میشه که مشخصات از این دو نفر در یک کارت نوشته کنند. امکان چاپ و نوشتن اطلاعات بر روی کارت به صورت انفرادی و گروهی و یا یک شرکت است که چندین سهامداران داره، میخواهد که یک کارت برشان داده شود به همین سهامداران، به نام سهامداران یا رئیس ها یا مالکینی که حق رای و تصمیم گیریش بیشتر میباشه. پس بر ازای یک کارت گروهی داره داده میشه، یعنی ما شما میتونیم از کارت های انفرادی بانک های استفاده کنیم و از کارت های گروهی یا گروهی از استفاده کنیم که اینم توسط از دستگاه سودرانی بانک بر ما چی میکنه حیا میسازد. این بود دستگاه صدور آنی کارت که از جمله عملیات بانکداری با الکترونیکی می باشه که هم در سطح مشتری هم در سطح بانک ها استفاده میشه. این که دیگه کدام ابزارها و یا کدام دستگاه ها در بانکداری الکترونیکی از استفاده میشه ساعت بعدی بالا صحبت میکنیم، دیگه وقت تا نمیگیریم، جور سر حال باشین، خدا حافظ، وقت خوش.